اردن در حال حاضر میزبان بیش از 600 هزار پناهجوی سوری است. پادشاهی این کشور در کنار بحران ورود مهاجران با مشکل تروریسم اسلامی نیز مواجه است. تیم یورونیوز به گفتگو با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نشسته است. او در گفتگوهایش تأکید کرد که برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه نقش مسکو کلیدی است. شما گفته اید که سوری‌ها در حال ترک اینجا و عزیمت به سوی اروپا هستند، زیرا شرایط در اینجا رو به زوال است و برخی نیز ترجیح دادند به سوریه بازگردند، زیرا کاملا امیدشان را از دست دادند. نگران نیستید که با وجود تمام کارهایی که انجام داده اید، هنگامی که این بحران به پایان برسد، در طرف بد تاریخ قرار بگیرید؟ مشکل آوارگانی که به بنادر اروپا رسیدند، به نظر من زنگ خطری برای همه ما بود و یادآوری این موضوع که ما نیاز به هماهنگی بیشتری داریم. اگر یک گام به عقب برداریم، تمام ما آنچه تا به امروز گفتیم رابطه مستقیمی با جنگ جهانی علیه تروریسم دارد. اروپا از حضور جنگجویان خارجی رنج می‌برد و این مشکلی است که ما از دو سال پیش با آن مواجهیم. این به نظر من یک جنگ جهانی است، اما به وسیله های دیگر. اقدام دست جمعی ما در سوریه به ما اجازه می‌دهد که بتوانیم بلوکی را بسازیم و با یک رویکرد جهانی به مقابله بپردازیم. درباره دخالت روسیه هم باید بگویم که این یک فرصت است. پیش از این ایالات متحده آمریکا وزن زیادی در این منطقه داشت. شما اکنون به روسیه اشاره کردید. آیا شما روسیه را بازیگر مهمی در این منطقه می‌بینید؟ در 5-6 سال اخیر من همیشه گفتم که برای یک راه حل سیاسی در سوریه مسکو یک کلید است. بسیار مهم است. آنها هستند که می‌توانند رژیم آینده را تضمین کنند و من بر این باورم که حضور روسیه در خاک سوریه یک واقعیت است که باید آن را پذیرفت. همانطور که گفتم اروپایی‌ها یک مشکل جدی درباره جنگجویان خارجی در نبردهای سوریه دارند. این وضعیت برای روسیه بسیار بدتر است. روسیه نیز یک مشکل عمده با افراط‌گرایانی دارد که برای مبارزه به خارج از کشور می‌روند و آنها هم باید با تهدیدات دولت اسلامی یا داعش برخورد کنند. مصاحبه کامل با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در برنامه گفتگوی جهانی پخش خواهد شد. Okay.